Hey, how's it going? Welcome to another episode of my YouTube videos. خیلی خوشحالم بار دیگه کنارتون هستم با یک قسمت دیگه از سری ویدیوهای یوتیوبمون. اگر اولین بارتون هست که ویدیوهای من رو میبینید، مفتخرم و خیلی خوشحال، ولی حتما آدرس پیج من رو داشته باشید. پیج اینستاگرامیم رو farrokhnia.turbo, asma.turbo و englishturbopro پیج سوممون، و حتما چنل یوتیوبی ما رو هم سابسکرایب بکنید. یه سلام ویژن به همه قدیمی هایی که تا الان ویدیوهای یوتیوب ما رو دیدن، و خواستم بهتون بگم که خیلی دوستتون دارم از صمیم قلبم، یعنی همیشه پشتمون بودید. To make the long story short، مخلص کلام، امروز میخوام یه ویدیوی دیگه، یه بخش گرامری باهاتون در واقع داشته باشیم تحت عنوان جملات شرطی یا conditionals. اسما قبلتر جملات شرطی نوع دو رو باهاتون کار کرده، اگر ندیدید ویدیوش رو حتما فلش بک بزنید و ویدیوهای قبلی رو ببینید. اما امروز میخوام در مورد جملات شرطی نوع یک و نوع سه با هم دیگه صحبت بکنیم. خب نوع یک کلن چه نوع ساختاریه؟ ساختاری که از دو جمله واره تشکیل میشه و توسط کلمه if این دو جمله واره به هم دیگه وصل میشن و تبدیل به یه جمله میشن. جمله واره یعنی که ما فاعل و فعل داریم اما معنای مستقل نداره جملهمون. مثلا اگر درس بخونی، خب اگر درس بخونی چی؟ فاعل داره تو، یعنی تو. درس خوندن هم که فعلمون، یعنی فاعل و فعل داریم، ولی خب معنامون هنوز کامل نیست، به یه جمله واره دیگه نیاز داره که بتونه یه معنای مستقل پیدا بکنه. پس این جملات شرطی از احتمالاتی صحبت میکنن که در زمان حال و یا آینده نزدیک الوقوع هستن، یعنی میتونن اتفاق بیفتن. And they're not that far-fetched. کلمه far-fetched بچه ها به معنی غریب الوقوع هستش، far-fetched. اما ساختارش به چه شکلیه؟ توی قسمت اولمون ما if داریم، یا توی if clauseمون ما if داریم، به علاوه یه حال ساده، به علاوه future یا simple future، آینده ساده. خیلی وقتا میتونید شما if رو ببرید وسط جمله و simple future، simple present و future رو با هم جاشون عوض کنید. یعنی هم میتونید بگید simple present if future، هم میتونید بگید future if simple present. اما غالبا وقتی شما if توی جملاتتون دارید میگن که شکل سادهش رو استفاده بکنید، یعنی گرامری تره که شما شکل ساده رو بعد از if همیشه استفاده کنید، و غالبا بعد از if ما simple present استفاده بکنیم یا simple past مثلا استفاده بکنیم. حالا مثال بزنیم در موردش. مثلا اگر درساتو خوب بخونی برات یه شکلات میخرم. اگر درساتو خوب بخونی اینجا میتونی مدرس بشی. اگر خوب بخونی خودم قول میدم که استخدامت بکنم. اگر یعنی دارم یه قولی رو برات بهت میدم. خود مثال انگلیسی چیه؟ If you study hard ویرگول یا کما، I will buy you a candy، برات آب نبات میخرم. If you study hard I'll buy you a candy. میدونید یه شکل مخففه، I will، I'll buy you a candy. حالا جا رو میتونیم عوض کنیم و بگیم چی؟ I'll buy you a candy if you study hard. I will buy you a candy. اینم بنویسیم. A candy. بچه اگه تون می‌نویسم یه ذره رو دست خطم تأثیر می‌ذاره دیگه. If you study hard. می‌بینید؟ بخوام بنویسم خوشگل می‌نویسم، ولی می‌خوام تون تون بنویسم. I will buy you candy if you study hard. یه سینونیم خوشگل هم بهتون بگم بچه ها، به جای if میتونید بگید I'll buy you candy on condition that، به شرطی که. اینم خیلی خوشگله. یا provided that، I'll buy you candy provided that you study hard. حالا این شو شرطی نوع یک. نوع دو رو که گفتم برگردید ویدیو قبلی رو ببینید. I'm not going to explain anything to you. You have to go back to the previous videos and watch it thoroughly
کامل بشینید ویدیو رو نگاه کنید. اما شرطی نوع 3 چیه بچه ها؟ شرطی نوع 3 دیدی داری از گذشته با یه نفر صحبت میکنی، سال 90-91 فرض کن، سال 91 شما دانشگاه رفتی، ازدواج کردی، پدر شدی، رابطه رو تموم کردی، جدا شدی یا هر اتفاق دیگه ای. الان داری با یه نفر در مورد اون اتفاقات صحبت میکنی. وقتی از اون اتفاقات صحبت میکنی یا غالبا حسرت توش یا پشیمونیه یا ندامته، یه وقتایی هم خوشحالی ها، مثلا میگه اگه این کارو نکرده بودم این اتفاق نیفتاده بود الان. اما توی شکل مثبتش از حسرت و پشیمونی صحبت میکنی. اینجا بیمارستان نیست البته. توی ساختاری که برای نوع شرطی نوع در واقع جملات شرطی نوع 3 استفاده میشه، if به علاوه past perfect به علاوه would have pp یا من اینجا کودم می نویسم could have pp استفاده میکنیم. past perfect یعنی ماضی بعید. ماضی بعید یعنی چی؟ یعنی had به علاوه pp. ساختار پست پرفکت رو نمیخوایم باز کنیم گرامر در گرامر بشه، حتما در موردش بخونید، ولی یه توضیح کوچیک اگه بخوام بدم، در مورد گذشته دور صحبت میکنه. وقتی هنوز ندیده بودمت خیلی چیزا ازت شنیده بودم یا خیلی چیزا ازت گفته بودن، یعنی یه سری آدما در مورد من یه چیزایی گفتن. صدا اینقدر بعضی وقتا زیاد میشه. آره، معمولا وقتی که عوامر توی پاساژ میشرخن این صدا میاد. قبل اینکه تو بیای یه مثال بزنم، مثلا مثالمو یادم رفت، قبل اینکه تو بیای خونه علی اونجا رفته بود. دقت بکنید دو تا عمله، این که من برسم خونه، این که علی بره. کدومش زودتر اتفاق افتاده؟ احسن، علی اول اونجا رفته بعد من رسیدم خونه. این عمله که زودتر از یه اتفاق دیگه میافتاره تو گذشته میگن پاست پرفکت یا ماضی بعید. خیلی درگیر جزئیاتش نمیشیم، بریم سراغ خود ماجرا. من مثلا خودم سال چه میدونم 90 که دانشگاه رفتم، 91، اگر زبان انگلیسی نخونده بودم، اگر زبان انگلیسی نخونده بودم اینقدر توی کارم شاید موفق نمی بودم. اگر زبان انگلیسی نخونده بودم اینقدر توی کارم موفق نمی بودم. جملش چیه؟ If I hadn't. چرا؟ چون جمله منفی استفاده کردم. PP study studied. If I hadn't studied translation ویرگول I wouldn't have become successful. اگر درس نخونده بودم موفق نمی شدم. یا اگر بار اول به هم حقیقت رو نمی گفتی، یا اگر بار اول به هم دروغ نگفته بودی بهت اعتماد می کردم. If you hadn't، ساختار دقت کنید، had پی پی دیگه، If you hadn't told me a lie I would have trusted you more. If you hadn't told me a lie I would have trusted you more. Told me a lie, I would have trusted you. پس همه اینها از در واقع حسرت و پشیمونی توی زمان گذشته میاد. اگر بخوام یه جمله مثبتم مثال بزنیم، قبلیشو مثبت گفتم، گفتم اینو منفیش کنم. یه مثبتم اگه بخوام مثال بزنیم، if I had seen you earlier، اگر زودتر دیده بودمت، I would have gotten married to you، باید ازدواج میکردم. If I had seen you earlier I would have gotten married to you، یعنی یه کاش زودتر میدم که ندیدمت دیگه. خلاصه این شرطی نوع 3 میدونید دیگه، ما 4 جمله یا 4 مدل جملات شرطی داریم. 1, 2, 3 به علاوه zero conditionals یا جملات شرطی نوع 0. توی ویدیوهای بعدی حتما در مورد جملات شرطی نوع 0 هم با هم صحبت میکنیم. اما تا اینجا برای اینکه قاطی نکنید، 1, 2 اسما و 3 من رو داشته باشید. I love you so much. Hope to talk to you again.
in no time. امیدوارم خیلی زودتر از اون چیزی که فکر می‌کنین باهاتون صحبت بکنم. بچه‌ها این جمله خوشگلیه. In no time. یعنی در کسری از ثانیه یا خیلی زودتر از اون چیزی که فکرش بکنی. And take care. Bye guys.